بعد مثلا من یه بعضی کم این حرف ها رو باید من جدا بعد ازتون بپرسم ها این یه نکته ایه حالا گفتن که بعضی بازیکنان فوتبال بازی نمی کنن برای سرمربی یا حالا برای باشگاه توی این چند وقت هم صحبت زیاد بود یه سری عواداران فکر کنم آمادن جلوی در واقع سر تامین تیم و یه سری در واقع درگیری لفظی با بازیکن داشته من این خودم اصلا به شخص اصلا قبول ندارم اینو یعنی اون بازیکن حالا غیر از اون لباسی که میپوشه اون شرفی که داره زحمتی که برای اون تیم واشکش میکشه برای خودش هم میخواد حداقل خودش هم خوب دیده بشه کیفیت فنیش بالا بشه چون معلومه شما چل تا پاس رو به عقب بدی میفهمن که آقا میگن آقا این بازی ساز این کاره نیست فلش کن اصلا نه بخریمش تا تو پنجره نقل و انتقالات صحبت کنیم به نظر این حرفای عجیب غریبی حالا موضوع باشگاه چیه راجع به این داستان ببینید نه من بازیکنامون رو خیلی آدمهای با شخصیت با وجدان خیلی خوب میدونم آیا میشه من روزی که اومدم اینا چون قول داده بودن که پول بگن چون کمترین پول گرفته بودن 23 درصد و کم بوده گرفته بودن قول داده بودن بدن خب من عوض شدم نتونستیم بدیم دیگه یک بار رفتم صحبت کردم گفتم بچه‌ها من تازه بودم از شما 25 روز فرصت میخوام اون 25 روز واقعا برای من جهنم بود چون من فکر کردم که بکنم 40 درصد مثلا 20 تا 25 تا پول نیاز دارم بعد که اومدیم محاسبه کردیم 50 تا من باید پول بدم فقط به بازیکن ها خارجی هنوز جدا واقعا خیلی سخت بود ما این کار کردیم این بچه ها ببینید این بچه ها همون بچه هایی که برای ما سپر رو گرفتن بالاخره بازی کنه ممکنه در یه شرایط روحی روانی آسیب ببینه ما نباید اینجوری فکر کنیم من مطمئن هستم که بچه های ما بازی روز پنجشنبه جبران میکنن و دلجویی میکنن این حرفا رو نزنیم ما این حرف حرفای خوبی نیست اینا بچه های ما اینا سرمایه های ما هستن شما حساب کن مثلا خود سید یه بازیکن بسیار تراز اول دیگه از روحی دیدی آسیب دیده ما باید این کمکش کنیم از این حالت بیاد بیرون برای ما چندین شن... کیت انجام داده چندین شدانده. صد گلاه صد گرفته با یه بازی بعد که نمیتونیم ما همه کس کنیم ببینید متاسفانه دشمن اینجوریه دیگه تا این شد هی به من فشار بردن و مربی عوض میکنی بنده خدا های این تو من روز دیدم میگه که مثلا ما خب